درود بیکرام پاینده ایران من امروز دو تا برنامه از این پسر جوان دارم هفته پیشم دو تا برنامه داشتم از همین آقا که در دانشگاه تهران نشسته داره یه جورایی خار این نیروهای مذهبی فسیل شده جمهوری اسلامی رو در حقیقت با هم وصلت میده و خیلی لذت بخش مدل نگاه این بچه جوان استدلال هایی که میاره مرز بین دو تا نسل رو داره نشون میده نسل خرفتی که دست بردارم نیست پافشاری داره میکنه و این نسل جوان با پرسشگری واقعا داره اینا رو اذیت میکنه حد عادل که من قبلا هم اشاره کردم به خاطر اینکه در فرهنگستان زبان پارسی زحماتی رو کشیده بابت زحماتش از یک سپاس گذارم ولی ایشون هم یک فسیل مذهبی است میگه که ما در جمهوری اسلامی کجا جل آزادی یاد گرفتیم و شما ببینید این پسر جوان چه جوری اینو چپ و راستش میکنه که بسیار لذت بخشه مدل چپ و راست کردن این پسر واقعا جذابه گوش کنید الان از این آزادی چقدر محقق شده تو چهار سال جمهوری اسلامی یعنی جزو شعارای ما بوده و این شما علمان. بگو کجا ما آزادی نداریم سیاسی اون که نماینده مجلس صحبت میکنه دوره بعد رد صلاحیت میشه خب ببین این که آقای حداد حد عادل با وقاح ببین یه چیزی که ما جماعت مذهبی داریم وقاحتشونه مثلا آقای حداد حد شما بگو ما کجا آزادی نداریم ببین اصلا نیاز نیست سواد سیاسی شما ببین این توهین به شعور دیگه من وقتی که در مملکت خودم نمیتونم پوشش خودم رو داشته باشم بابا شما اومدید تازه برچست زدن این اعلامیه زدید در ادارجات و اینا که حتی شما به شلوار و مدل موی مردها هم گیر بدید چه برسه به زنها بعد داری صحبت از آزادی میکنی؟ حالا این بچه جوابشو میده همین الان هم میبینیم میکروفونش قطع میشه سیاسیون که نماینده مجلس صحبت میکنه دور بعد رد صلاحیت میشه همین الان هم میبینی میکروفونش قطع میشه بعضا و اصلا کلا میره میشینه کنار تازه اگه مثلا بازداش نشه هنرمند فیلم میسازه توقیف میشه حتی مثلا هنرمندا انقلابی اون آقای حاتمی که فیلم به رنگ ارغوانش شد بعد 5 سال اکران شد بعد 15 سال ایزم به ارغوان بعد خیلی طول کشید نه بله بعد 5 6 سال بود فکر کنم شاید ایشون درست بگه به ارغوان خیلی و بیشتر از 5 سال بود تا جایی که میدونم خیلی طول کشید و یه فیلم دیگه شون هم که تولد یک جشن بود و اینا چی بود اونم که اصلا به اکران نشد تازه حاتمی کیا رو شما سانسور کردی بقیه که دیگه تکلیفشون روشنه فیلم گزارش یه جشنش هنوز اکران نشده یا ممنول کار میشن جدیدن هم که حالا بازداشت به خاطر اساتید دانشگاه که میگن اصلا نظرات ما در تصمیم گیری های کلان میبینیم هیچ آثاری از اینکه نظر ما اصلا تاثیر داشته باشه نیست در حاکمیت بعد یه سریشون به خاطر انتقاد اخراج یا به بهانه بازنشستگی ممنوع تدریس میشن و میگن ما نمیتونن اصلا نمیذارن تدریس بکنن دانشجو میگن خب ما در داخل دانشگاه شعار میدیم از بیرون میگیرن میزنن یا حالا اگر این اتفاق نیفته محروم میشن از ترم محروم میشن از دانشگاه محروم میشن و تازه الان هم میخوان خارج برن که مدرکشون رو قیمتش بردن بالاتر که نتونن از کشور هم خارج بشن برایت اگرم اگر هم میخوان اعتراضشون حالا جور دیگه ای نشون بدن مثلا بیان میگن آقا ما انتخابات شرکت میکنیم با سیاست فلانی مثلا مثل 88 مخالفیم جریان و حاکمیت مشارکت میره بالا میگن حکومت میگه خب این مشارکت بالا نشون دهنده اینه که پس جمهوری اسلامی رو تایید کردن در اثر مخالف اگه مثل این دوره اخیر بیان تحریم کنن انتخابات رو نه. میگن خب این در اثر ناامیدی بوده که دولت قبلی که مردم رأی دادن ایجاد شده پس میگن بازم اینجوری اعتراضمون پس هیچ تجمع قانونی میخوام بکنن خب مجوز بهشون نمیدن میان کف خیابون میگن چون قانونی نیست شما اختشاش کردید اعتصاب میکنن کسب و کار خودشه میگه من سه روز میبندم کلمبش میکنن میگن چون هم صدا شدی با رسانه داشت پس این راه اعتراضه که میفهم یعنی حداقلش آزادی بیان دیگه که ما میگیم نه. با اسلام هم سازگاره با همه چیزان هم آره مشکل همینجاست آزادی بیان در اسلام سازگار نیست اصلا نیست حتی دمت که من هم جای تو بودم همینو میگفتم خیلی خوب صحبت میکنه این پیم این واقعا هم لذت میبره نسل جدید رو میبینه واقعا آدم لذت میبره عبانی هم بله. خب چرا نمیشه راهش چیه شما یک تصویری از جمهوری اسلامی ترسیم میکنید که انگار هیچ آزادی نیست هر یک کلامه آقای حد داده این بچه داره با استدلال خارمادر تو جلو چشات وصلت میده بعد شماها موقع پاسخ دادن شما مذهبی چرا فرافکنی میکنید چرا به در دیوار میزنی بچه داره استدلال میاره این جوان داره استدلال میه تو نمیتونی برای مغز پرسشگر جوان امروزی که پر از استدلال است و اینگونه داره بهت فکت میده مستاق میده تو برمیگردی میگی شما داری یه تصویر نشون میدی انگار هیچ آزادی در جمهوری اسلامی نیست مردک اون استدلال آورد اون منطق آورد تو چرا به بالا پایی میکنی خب تو بگو چه آزادیایی وجودی دارد ندارید ببینید شما آزادیایی که میگی شوخی من دیشب در کارنوال بودم گفتم عکسش هم گذاشتم مخصوصا دیگه من چون اهل این داستانا نیستم عکس بگیرم تو کارنوال اینا من دیشب گفتم بذار بگیرم با ده نفر من عکس گرفتم که لباس کیشیش پوشیدم با انجیل های فانتزی عملا دارن مسخره بازی در میرن قر میدن توی کشور کاتولیک توی اسپانیا آیا ما در ایران میتونیم قرآن تزئینی دستمون بگیریم با لباس آخوندی قر بدیم شما مغز به این فرق بین بربریت و تمدنه اینکه ما تو سری خوریم ببین اینکه مشکلات زیادی داریم به خاطر همینه اون پسر داره به خوشپوش نشسته ببین اصلا فرق نگاه کن جوان امروزی با سلاش کرده خوشپوشتر باشه و اون فرد قدیمی شما نگاه کنین مدل لباس پوشیدنشو بعد خیلی ها اعتراض میکنن چرا تو فیلم بردرن لیلا اون صحنه خانم ترنه علی دوستی تو گوش اون آقا پدر خودش که حالا داستان داره من برنامه دارم اتفاقا امروز صحبت خواهم کرد در مورد تحلیل و نقد فیلم بردرن لیلا ولی خب خیلی چیز بدیه اون صحنه که میزنه ولی یه سری واقعیت هست ما هم دیگه کم آوردیم یعنی در چارچوب منطق و استدلال من جریان ایران که میخوام خوبی های ایران رو بگم با رفتارهایی که این مذهبی ها هی پافشاری کردن به خصوص شما وقتی شب میخوابی صبح پا میشی میبینی هر روز مقامات جمهوری اسلامی دارن در مورد هجاب و افاف و محدودیت و پلم کردن و اینا صحبت میکنن خود به خود میبینی که آقا اون چیزی که در دنیای غرب داره میفروشه که آقا ایرانیا وحشیان و تو میخوای بگی نه اینجوری نیستن بعد برات سوال جدی پیش میاد که آقا یه ده یازده اینجوری دارن فکر میکنن اینا واقعا متمدنن اینا مدنیت دارن اینکه امروز آقای شریعت مداری برگشته گفته که اگر شما حکومت کاری نکنه ما میریزیم مردم و کتک میزنیم به خاطر جابی و غیره اینکه دیگه انقدر دارن مراکز گردشگری 17 تا مرکز گردشگری تو نوروز امسال قلم شده کلی مسافر سرگردان شده به دلیل بعد که دیگه صدای آقای زرقامی در اومده برنامه دارم حالا وقتی که این اتفاقات میفته آیا من میتونم مثلا امیدانای قبل از محس امینی بشم رگ گردن کلف کنم بگم نه ما خیلی همه چیزمون خوبه وقتی ما 11 میلیون آدمی داریم واقعا بربرن و خوشحالی میکنن برای ترور یک نویسنده اصلا ترور یک نویسنده رو تئوریسینهای های حکومت از جمله حتی رایفی پور که توشون از همه بالاخره تلاش میکنه عاقل تر باشه اون تئوریزه میکنه میگه این ترور کار درستی بوده شما میتونی برگردی مثلا و اصلا به این قربی بگی نه ما وحشی نیستیم این خیلی چیز بدیه دنیای غرب میخواد بگه ایرانیا وحشی هن و تو حکومتت داری میبینی وحشی است یازده میلیون دواز میلیون یه بخش قابل توجهی از جامعه ایران اینها یه همچین عقاید وحشیانه ای دارن و بعد ناراحت میشن فیلم انکبوت مقدس درست میشه عجیبه انکبوت مقدسی که درست میشه ناراحت میشن خب آقا شما نگاه کن صحنه ها رو توی کرمان قتل که چیز میکنه آقا میگن خیلی چیزایی که قتلایی که چیزی میشه میگن آقا دشمن کرد میخواست آبروی ما رو ببره اسرائیل نفوذ کرده آقا این قتل های محولی کرمان اون پنج نفر که در همین سیستم قضایی تو تبرئه شدن در نهایت آزاد شدن رضایت گرفتید به هر شکلی که شد اعدام نشدن الان بعد از سال 80 رخ داده دیگه بعد از 22 سال الان دارن تو کشور ما راست راست میگردن این قتل که دیگه شناسنامه داره مشخصه یعنی آدم کم میاره و همین ویدیو که این پسر داره استدلال میاره آقای حداد عادل میزنه خودشو به اون راه همه چی گویاست ببین شما این پسر استدلالش رو تمام کرد حداد عادل چی میگه راه چیه شما یک تصویری از جمهوری اسلامی ترسیم میکنید که انگار هیچ آزادی نیست هر کی یک کلام انتقاد بکنه اعتراض بکنه اینو میگیرن میزنن میکشن من. ممنوع میکنن محروم میکنن و عجیبه مگه نکردید مگه محسن شکاری چیزی فراتر از اعتراض انجام داده ادامش کردید اون که حتی کسی هم نکشته بود شما خودتون دارید میگی تو اف امسال 22 هزار نفر آزاد کردی اصلا چرا 22 هزار نفر گرفتی که آزاد کنی یعنی گله همجوری تور سید ترال کردی از مردم دستگیر کردی من چیزی ندارم بگم یعنی آدم علاوه منطقی خیلی جا من در چارچوب استدلال کم آوردم که بتونیم از کشورمون در ابعاد گسترده دفاع کنیم دستمون خالی است شما هر روز اخبار عجیبی داره از ایران منتشر میشه بعضی میخوام بگم واقعیت جامعه نیست نه تو نمیتونی واقعیت جامعه رو گزینشی انتخاب کنی بله اون چیزی که الان دخترای ما با هزاران استرس و غیره بدون حجاب دارن کف خیابون میان اون واقعیت جامعه است اینکه بخشی از نظامم دیگه بی خیال قضیه شده و میبینه نمیتونه توانایی نداره جلوش وایسه اینم واقعیت جامعه است اون حرفایی هم که صبح تا شب مقامات جمهوری اسلامی در نماز جمعه غیره میگن اونم واقعیت جامعه است واقعیت های جامعه رو نباید گزینش انتخاب کنی وقتی که کل واقعیت های جامعه رو دارم میبینم در ابعاد گسترده ای امیدانای گذشته تضعیف میشه امیدانای پنج سال گذشته که داشت تلاش میکرد دفاع جانانه بکنه تضعیف میشه چون یک برنامه ساز دو حالت داره یا بچه پر رو باشه واسه خودش توی عالم توهمش حرف بزنه یا بر اساس واقعیت های میدانی بیاد و صحبت کنه بر اساس واقعیت های میدانی ما کشورمون دست حداد حد عادل هاست که در برابر مستاق های بارز و منطقی اون پسر جوان میفته به شعرگویی شعار و شعر میگه جماعت مذهبی که امروز کشور ما تو دستشونه استدلال ندارن برادر من در برابر استدلال های منطقی ما یک پکیج شعار و شعر رو دارن تحویل میدن بنابراین خیلی اوزامون علاوه این که بخوایم دفاع کنیم از کشورمون در برابر دنیای غرب اینا بگیم نه ما بربر نیستیم ما وحشی نیستیم تا حدودی ضربه خورده تا حدود گسترده ای ضربه خورده و من خیلی ناراحتم قلبم به درد میاد که نمیتونم از کشورم اونطور که باید و شاید در چارچوب بحث میدانی و استدلال هایی که روی زمینه دفاع کنم برای که کشور من دست حداد حد عادل هاست متاسفانه پاینده ایران و بدرود همتون به اهورامزدا میسپارم